عرض کنم که درسمون رو ادامه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما تو اینجای درس معادلات حاکم بر حرکت هواپیما رو به عنوان جرم متمرکز استخراج کردیم. بعدا اومدیم سراغ این که چه نیروهایی به هواپیما وارد میشه. نیروهای آیرودینامیکی رو بررسی کردیم به صورت کلی. نیروهای آیرودینامیکی رو به صورت کلی بررسی کردیم و یکی از پارامترهای درگیر در نیروهای آیرودینامیکی بحث چگالی اتمسفر بود که یکی دو جلسه قبل رو در مورد چگالی اتمسفر و اتمسفر استاندارد و آف استاندارد و اینها صحبت کردیم که میشه الان دیگه با توجه به دانش شما در هر شرایطی مقدار چگالی رو برای اتمسفر داشته باشید و بر اساس اون نیروها رو بدونید که به چه صورتی وارد معادلات حرکت بکنید. نیروی دیگری رو که به هواپیما وارد میشه بحث نیروی پیشران هست. نیروی پیشران رو من ابتدا با یک فرض خیلی ساده کننده ای تئوری مومنتومی نیروی رانش رو خدمتتون میگم و بعد اون تئوری مومنتومی نیروی رانش رو سعی میکنم تعمیمش بدم به انواع موتورهایی که روی هواپیما استفاده میشه که هر کدوم با یک تقریبی این تئوری مومنتومی نیروی رانش میتونه در موردشون صادق باشه. ما بحث جلوبرنده رو نداریم به طور خاص، در نتیجه من صرفا یه چیزای کلی میگم و اون مواردی که میتونه تاثیرگذار باشه در کارایی یک هواپیما رو بیشتر مد نظر خواهیم داشت. پس سرتیتر درس ما بحث نیروی پیشران هست و زیر مجموعه اون تئوری مومنتومی نیروی رانش. نیروهای وارد به هواپیما، نیروی پیشران، تئوری مومنتومی نیروی رانش. اگر ما فرض کنیم کل موتور یک هواپیما در یک صفحه متراکم بشه و اون صفحه به جریان هوا انرژی تزریق کنه، اتفاقی که میفته اینه که این صفحه قبل و بعدش یک اختلاف فشاری به وجود میاد که اون اختلاف فشار عملا هست که داره به ما نیرو رو میده. اگر خیلی قبل از اون موتور رو حساب کنیم و بعد از اون حالا صفحه رو حساب کنیم، جریان هوای آزاد به حالت سکون مجدداً عملاً، یعنی فشارش با فشار جریان هوای آزاد یکی میشه، سکون که نیست. فشار هر دو طرف یکسان خواهد شد. اختلاف سرعت در بی نهایت قبل و بی نهایت بعدش عملاً بررسی میشه. بی نهایت از دیدگاه مهندسی یعنی جایی که استیدی استیت میشه و فشار به فشار اتمسفر میرسه. پس ما اگر کل مجموعه موتور در یک صفحه به مساحت آ و ضخامت بی نهایت کم متمرکز شود، در این صورت انرژی تزریقی به جریان هوای عبوری از این صفحه در قالب انرژی فشاری، افزایش فشار در اثر تزریق انرژی نمایان می شود. یعنی اگر ما یک صفحه ای رو داشته باشیم با سطح مقطع آ، این صفحه جریان هوایی رو که در جریان آزاد هست که در هوای آزاد قبل از اون دارای فشار پی صفره با یک سرعت جریان آزاد که این سرعت میتونه
این صفحه ثابت باشه، هوا به سمتش بدمه، یا اینکه صفحه با سرعت V حرکت کنه، تفاوتی نمیکنه. پس جریان هوای آزاد قبل از اون دارای فشار پی صفر، فشار اولیه است، و سرعت V به تبع در مقطع صفحه دارای فشار پی 1 هست، و بعد از اون که تزریق جریان اتفاق افتاد، تزریق انرژی اتفاق افتاد، دارای فشار پی 2 خواهد بود. پی 2 مطمئناً از پی 1 بیشتر خواهد بود به دلیل تزریق انرژی که داریم. اگر در بعد از اون به دلیل اینکه الان فشار هوا در اینجا پی 2 هست، یه سرعتی هم داره و بعداً فشار مجدداً به فشار اتمسفر باید برسه، در حالت تعادل مجددش به فشار پی صفر میرسه و سرعت وی اس. پس پی صفر و وی شرایط قبل از صفحه، که این صفحه رو اصطلاحاً دیسک عملگر بهش میگیم، یا اکچویتور دیسک. دیسک عملگر به این دلیل که فرض کردیم صفحه ایست که داره به جریان هوا انرژی تزریق میکنه. از شرایط قبل از صفحه در حالت همفشار با جریان آزاد، شرایط پی صفر و وی اس باز میشه شرایط جریان هوا در بعد از دیسک عملگر، و باز در حالت همفشار با جریان با هوای اطراف. با توجه به اینکه عملاً این دیسک اختلاف فشاری که ایجاد میکنه، این هوا رو مکش میکنه، میتونیم به صورت مجازی یک خط جریان رو فرض کنیم که به این صورت وارد دیسک میشه. یک نازل همگرا رو عملاً داریم که وارد دیسک میشه، به تبع در ورود به دیسک سرعتش داره افزایش پیدا میکنه، فشارش کاهش پیدا میکنه، در سر این مکش سرعت جریان افزایش پیدا میکنه. اینجا یک تزریق فشار خواهیم داشت و بعد از اون مجدداً فشار پی 2 از فشار پی 0 مطمئناً بیشتر خواهد بود. در نتیجه سرعت سیال افزایش پیدا میکنه و فشار شروع میکنه کاهش پیدا کردن، باز هم همین کانال ادامه پیدا میکنه به این صورت. پس جریان هوای آزاد در ابتدای امر، زمانی که قبل از دیسک عملگر هست، هنوز اثراتش دیده نشده، دارای فشار پی صفر با سرعت V که عملاً میتونه سرعت حرکت این دیسک باشه، با سرعت V میاد اینجا در مقطع دیسک، فرض میکنیم که V صفر سرعت عبور از مقطع دیسک باشه، و در بی نهایت بعد از اون بی نهایت مهندسی، زمانی که مجدداً به فشار پی صفر میرسه، سرعتش V S باشه. این صفحه دیسک عملگر رو میتونیم فرض کنیم صفحه ملخ هواپیما، که قبل و بعدش یک اختلاف فشاری وجود داره و جریان هوا رو عملا مکش میکنه، از داخل خودش رد میکنه. میتونیم فرض کنیم کل مجموعه موتور توربوجت رو اگر متراکمش بکنیم در یک صفحه، صفحه ایست که داره جریان هوا رو میگیره و با سرعت بیشتری میده، یک اختلاف فشاری رو در درونش ایجاد میکنه و بعداً سرعتش زیاد خواهد شد در خروجیش. میتونیم همش رو متراکم در این قضیه ببینیم. پس اگر فرض کنیم که در دیسک عملگر فرض میشود که به تمامی نقاط کانال جریان هوا جریان هوا به صورت مساوی
انرژی تزریق می شود. در نتیجه اگر بخوایم نیروی تولیدی توسط این مکانیزم رو ببینیم، اگر ما یک انرژی فشاری رو تزریق کنیم به این صفحه، چه مقدار نیروی تراست تولید کرده؟ نیروی تولیدی دیسک عملگر با تی نشونش میدیم، نیروی تراست. یه از این جای بعد هر جایی که من از تی استفاده کردم منظورم تراسته. اگر از دما خواستم استفاده کنم، از تمپریچر استفاده میکنم، تمپ رو استفاده میکنم که مشخص باشه. نیروی تراست عملا برابر میشه با، اگر سطح مقطع دیسک رو فرض کنیم سطح مقطع آ باشه، سطح مقطعش که نوشتمش، سطح مقطع این دیسک آ باشه، میشه آ در اختلاف فشار این دوتا، میشه آ در پی دوی منهای پی یک. یا اگر مقدار اندازه حرکت جریان رو در قبل از این و بعد از این ببینیم، اختلافی که در اندازه حرکت جریان هوا به وجود اومده میتونه همون مقدار نیرویی باشه که داریم. با توجه به اینکه اتلاف نداریم، کل این جریان هوا از درون دیسک رد میشه و عبور میکنه، میتونیم برابر قرار بدیم با امداد در وی اس منهای وی. مقدار امداد چقدره؟ امداد برابر هست با مقدار چگالی هوای عبوری از دیسک، چگالی هوای عبوری از دیسک ضرب در سطح مقطعش ضرب در سرعت عبور جریان از دیسک، رو آ وی صفر، که رو چگالی هوای عبوری از دیسک و وی صفر هم سرعت جریان هوا در عبور از دیسک. اگر این دوتا معادله رو با هم ادغامش کنیم، اگر این دوتا معادله رو با هم ادغامش کنیم، از اینجا آ در پی دوی منهای پی یک برابر میشه با رو آ وی صفر در وی اس منهای وی. اولا وی از طرفین این معادله ساده، آ از طرفین این معادله ساده میشه. این میشه یه معادله که داریم. معادله دومی که میتونیم بنویسیم، ما تا قبل از اینکه انرژی به هوا تزریق کنیم، میتونیم بین این نقطه و نقطه ما قبل دیسک رابطه برنولی رو بنویسیم. با فرض اینکه جریان هوا تراکم ناپذیر باشه، باز برای نقطه بعد از دیسک و نقطه نهاییش میتونیم رابطه برنولی رو بنویسیم، باز با فرض جریان تراکم ناپذیر. اگر من این مقطع رو مقطع یک بذارم، این مقطع رو مقطع دو، مقطع یا بذارید با چیزش بذارم، مقطع صفر میذاریم، مقطع یک، مقطع دو و مقطع سه، رابطه برنولی بین مقطع صفر و یک میتونیم بنویسیم که اینجا میشه پی صفر به اضافه یک دومه رو وی دو با فرض تراکم ناپذیر بودن هوای عبوری از دیسک عملگر. پی صفر به اضافه یک دوم رو وی دو برابر میشه با مقدار پی یک به اضافه یک دوم رو در وی صفر به توان دو، سرعت عبور از اکچویتور دیسک. و رابطه برنولی بین مقاطع یک و دو
بین مقاطع 2 و 3 میتونیم بنویسیم که باز میشه پی 2 به اضافه 1/2 و وی 0 به توان 2 برابر میشه با پی 0 به اضافه 1/2 رو وی اس به توان 2. اگر این دوتا معادله رو از هم کم کنیم میتونیم پی 2 منهای پی 1 رو به دستش بیاریم. از اینجا پی 2 منهای پی 1 برابر میشه با این رو از این کسرش کنیم، پی 0 رو ساده میشه، میشه 1/2 رو در وی اس به توان 2 منهای وی 2. اسم این معادله رو هم معادله 2 بذاریم. ترکیب معادله 1 و 2 به ما میگه که رو هم میتونم سادش کنم، میشه وی اس به توان 2 منهای وی به توان 2 تقسیم بر 2 برابر میشه با وی 0 در وی اس منهای وی. و نهایتا اگر سادش کنیم اینجور میشه که وی 0 برابر میشه با وی اس به اضافه وی تقسیم بر 2. و سرعت عبور از اکچوئتور دیسک میانگین سرعت قبل و بعد از اکچوئتور دیسک خواهد بود. مقدار تراستش رو هم میتونیم با توجه به این قضیه حالا به دستش بیاریم. مقدار ام تی میشه رو آ وی صفر در وی اس منهای وی. با توجه به این رابطه اگر فرض کنیم وی برابر باشه با وی صفر در 1 به اضافه صفر باشه وی در 1 به اضافه آلفا، یعنی چه مقدار در اثر حضور اکچوئتور دیسک سرعت جریان هوای آزاد افزایش پیدا میکنه. آلفا رو اصطلاحاً اینفلو فاکتور میگن. مشکی ها میچ کدوم کان این ماجیکای مشکی امسال ما رو بیچاره کرد. و اینا دیروز از آقای روا گرفتم، امروز این بلا سرشون. حالا چه زمین نمیستمش دیگه. این فلو فاکتور یا ضریب تأثیر گذاری بر جریان. آلفا اصولاً یک عدد مثبت بزرگتر از مثبت، بستگی به این داره که اکچوئتور دیسک ما چقدر انرژی فشاری تزریق کنه. هر چه که انرژی فشاریش که تزریق میکنه بیشتر باشه، مقدار آلفا هم بیشتر خواهد شد، یعنی مقدار وی صفر به همون نسبت از مقدار وی بیشتر میشه. اگر که وی صفر رو با این فرمول مقیاس بکنیم، وی اس رو هم میتونیم به همین ترتیب با توجه به رابطه بالایی بنویسیم. از اینجا وی اس رو هم میتونیم به دستش بیاریم که برابر میشه با وی در 1 به اضافه 2 آلفا. جایگزین بکنیم این مقادیر رو در رابطه بالایی، عملا برابر میشه با به جای رو آ وی صفر رو آ وی قرار میدم، رو آ وی در 1 به اضافه آلفا در وی اس منهای وی. پس میشه وی در 1 به اضافه 2 آلفا منهای وی.
اگر که این مقادیر رو در هم ضربش کنیم، عملا این یک با این ساده میشه، میشه دو رو آ وی دو آلفا در یک به اضافه آلفا، در بله آلفا در یک به اضافه آلفا. اگر تعریف کنیم ضریب تراست سی تی، من تعریف کنم برابر با دو آلفا، یا تعریف کنم چهار آلفا، چهار آلفا، چهار آلفا در یک به اضافه آلفا، در این صورت مقدار تراست رو میتونم به این فرم بنویسم، تراست برابر میشه با یک دوم رو آ وی دو در سی تی. که این رابطه خیلی رابطه آشنایی هست، به ذهن متبادر میشه با توجه به فرم کلیش که ما اونجا یک دوم رو اس وی دو داشتیم، اس مساحت مقطع بال، مساحت بال بود به عنوان یک مساحت مرجع. این میتونه کراس سیکشن خود موتور باشه یا ملخ باشه، یک دوم رو وی دو در سی تی، که این سی تی به تب بستگی پیدا میکنه که مقدار آلفا چقدر باشه، این فلو فاکتور چقدر باشه در حالت ایدئال که اکچوئیتور دیسک هست. چیزایی که میتونه تاثیرگذار باشه با روی اون، مقدار انرژی که داره تزریق میشه و اثرگذاری اون اکچوئیتور دیسک. به تب اگر که شما اثرات ملخ رو بخواید وارد کنید توش، نحوه چرخش ملخ، قطر ملخ، ضخامت ملخ، شکل ایرفویلش، همش میتونه در این ضریب آلفا به نوعی خودش رو نشون بده و نهایتاً به این فرم برای ضریب تراست برسیم. پس این مقدار تراستی که یک اکچوئیتور دیسک تولید میکنه، راندمان یک اکچوئیتور دیسک رو هم اگر بخوایم بررسی کنیم به عنوان یک دیسک ایدئال، اتای اکچوئیتور دیسک راندمان دیسک عملگر، اتای اکچوئیتور دیسک برابر هست با مقدار انرژی دریافتی، مقدار انرژی تولیدی، یا مقدار توان تولیدی بهتره بگیم با توجه به اینکه بعد زمان داریم، مقدار توان تولیدی به مقدار توان دریافتی. مقدار توان تولیدی چیه؟ اکچوئیتور دیسک یه دیسکیه که الان نیروی تی رو تولید کرده، نیروی تی رو تولید کرده، بچه‌مش که خوب فکر می‌کردم قرمز این از وقت الان دیگه الان راحت شد، فکر می‌کردم که مقدار تی رو داره، نیروی تی رو با سرعت وی داره جابجا می‌کنه. پس میشه تراست ضرب در سرعت مقدار توان تولیدی برای ما. پس تی ضرب در وی میشه اینکه کل این مجموعه اکچوئیتور دیسک که نیروی تی رو داره، داره با سرعت وی جابجا میشه، میشه توان تولیدیش. توان دریافتیش چقدر میشه؟ میشه نرخ تغییر در انرژی جنبشی قبل از اون و بعد از اون، یعنی اولا میشه یک دوم ام دات در وی اس به توان دو منهای وی دو. اگر جایگذاری بکنیم این روابط رو در هم دیگه، اتای اکچوئیتور دیسک رو میتونیم با روابط ساده تری هم ببینیمش. به جای تی من امداد در تی بود، امداد در وی اس منهای وی ضرب در وی تقسیم بر یک دوم امداد در وی اس به توان دو منهای وی دو جایگزین میکنه. اگر سادش کنیم نهایتاً برابر میشه با
دو وی تقسیم بر وی اس به اضافه وی. درسته؟ دو وی تقسیم بر وی اس به اضافه وی میشه راندمان اکچویتور دیسک. حالا اسم آلفا می نویسم، این الان بهتر نتیجه بگیرم که من میخوام. فرض کنید که این اکچویتور دیسک موتوری است که روی هواپیما قرار گرفته، درست؟ هواپیما داره با سرعت V حرکت میکنه، جریان هوای خروجی از موتور که V S باشه در مخرج این راندمان قرار داره. یعنی هرچه جریان هوای خروجی از موتور سرعت بیشتر داشته باشه، راندمان عمل کردی اون، راندمان ایدئال عمل کردیش کمتر خواهد بود. درسته؟ هرچه که سرعته، هرچه سرعت گاز خروجی از دیسک عملگر که حالا میتونه گفتیم ساده شده یک موتور هست بیشتر باشد، یعنی هرچه وی اس رو افزایشش بدیم، باعث این میشه که اتای اکچویتور دیسک کاهش پیدا کنه. اگر وی اس رو کم کنیم چی میشه؟ وی اس نهایتاً میتونه برابر با وی باشه دیگه. اگر وی اس برابر با وی بود، عملاً تراستی رو نمیتونیم تولید کنیم. وی اس افزایش پیدا میکنه، در ازای اون تراست هم افزایش پیدا میکنه. و اگر وی اس رو کاهشش بدیم، سرعت گازهای خروجی رو کاهش بدیم، اتفاقی که میفته راندمان اکچویتور دیسک افزایش پیدا میکنه ولی تراستش کاهش پیدا میکنه. هر دوی این راه حل ها استفاده میشه در هواپیما، چون اگر خواستند تراست زیادی رو بگیرند، یکی از راه هاش اینه که اختلاف سرعت زیادی رو ایجاد کنند. راه حل اون میشه استفاده از موتور جت استفاده از موتور توربوجت. موتور توربوجت اگر وی سرعت ورود باشه، وی اس سرعت خروج باشه، وی اس معمولا خیلی بزرگتر از ویه، در نتیجه مقدار تراستش مقدار بزرگی رو تولید میکنه ولی راندمانش راندمان کمیه. اگر خواستیم همون مقدار تراست رو دریافت کنیم، میتونیم یک کار دیگه انجام بدیم. گفتیم تراست برابر هست با امداد در وی اس منهای وی و امداد میشه رو آ وی صفر در وی اس منهای وی، یا یک دومه رو آ وی دو در سی تی. در یک ارتفاع مشخص، در یک سرعت مشخص، چگالی تکلیفش معلومه، آ هم تکلیفش معلومه. گفتیم که یکی از راهاش اینه که وی اس رو اضافه کنیم، که اگر وی اس رو اضافه کنیم عملاً یه جورایی روی سی تی تأثیر گذاشتیم. یه راه دیگه اینه که ما بیایم سطح مقطع رو افزایش بدیم، افزایش تراست با افزایش سطح مقطع. این راه حلی است که موتورهای ملخی انتخاب میکنن، استفاده از موتور ملخی. آ رو افزایش میده ولی وی اس آی بزرگه، وی اس کمتر، نمیگم وی اس حتما از وی بیشتره ولی کمتر از، یعنی اون اختلاف کمتر داره، اختلاف کمتر با وی. در نتیجه راندمان بالاتر داره،
راندمان بالاتر و در اثر اینکه سطح مقطع افزایش پیدا کنه تراست بالاتر، تراست زیاد. پس دو تا راه حل داریم، یکی اینکه تراست رو با افزایش سطح مقطع افزایش بدیم ولی سرعت گازهای خروجی خیلی اختلاف نداشته باشه با سرعت جریان هوای آزاد. پس یک مجموعه ای داریم با راندمان بالا ولی در این حال تونستیم تراست زیاد هم ازش بگیریم. یه راه دیگه این که بیایم سرعت گازهای خروجی رو خیلی زیادش کنیم ولی در ازاش سطح مقطع رو بزرگ نکنیم. در این صورت راندمان کم داریم ولی تراست بزرگ رو تونستیم تأمین کنیم. هر دوی این راه حل ها استفاده میشه، منتها یک نکته ظریفی توش هست. اگر سطح مقطع رو افزایش بدیم، اگر سطح مقطع رو افزایش بدیم، فرض کنید که یک ملخی رو در نظر بگیرید، سطح مقطع این ملخ رو مرتبا افزایش بدیم، سرعت جریان هوا در نوک پره ملخ با توجه به اینکه ملخ در حال چرخش هست، حتی اگر سرعت هوا خود به خود کم باشه، سرعت نوک پره ملخ ممکنه که از سرعت صوت بیشتر بشه. در این صورت موج شوک ایجاد میشه روی نوک پره ملخ و عملاً مقدار درگی که ایجاد میکنه در اثر این موج شوک غلبه میکنه بر اون حجم هوای بیشتری که ما داریم به دلیل سطح مقطع بالاتر داریم بهش تزریق میکنیم. یعنی عملا اون افزایش تراستی رو که در اثر سطح مقطع داشتیم رو اثرش رو از بین میبره. به همین دلیل افزایش سطح مقطع بی نهایت نمیتونه باشه، تا یک جایی محدوده که به نزدیکی موج شوک نزدیک نشیم. اضافه بر این، حالا اگر که شما سرعت خود هواپیما هم زیاد بشه، اولا فاصله شما تا عدد ماخ کم خواهد شد. یعنی اگر هواپیما فرض کنید با ماخ 7 پرواز داره میکنه، جریان ملخ خیلی کمتر میتونه تاثیرگذاری بکنه. یعنی سرعت گردش ملخ باید کم بشه که شما باز موج شوک رو نداشته باشید، و اگر سرعت گردش ملخ کم بشه یعنی تاثیرگذاریش روی جریان کم شده، در نتیجه اون انرژی فشاریش کمتر میشه. پس ما محدودیت داریم، محدودیت از این بابت که ملخ رو نمیتونیم قطرش رو خیلی زیاد کنیم، اضافه بر این ملخ رو نمیتونیم در سرعت‌های بالا استفاده کنیم. پس محدودیت استفاده از موتور ملخی در سرعت‌های بالا و در ابعاد بزرگ به دلیل ایجاد موج شوک و پسای ناشی از آن. بلا این راه حل هم میشه میتونست راه حل ایدئال باشه. به همین دلیل میان از این راه حل هم استفاده میکنن برای سرعت‌های بالاتر و برای ابعاد کوچکتر میتونن از توربوجت‌ها استفاده کنن. راه حل هوشمندانه‌ای که برای استفاده از مرز این دوتا به صورت همزمان ارائه شده، استفاده از موتورهای توربوفن هست یا موتورهای توربوپراپ. موتورهای توربوفن رو عمدتاً به عنوان یک راه حل هوشمندانه میگن. توربوپراپ ها داره این قسمت ملخی ها رو و پیستونی ها رو ارتقا میده. حالا بعد دستبندیش مجدد هم میگم، تا اینجا با این روند درس گفتم. راه حل هوشمندانه اینه که ما به جای اینکه بیایم سطح مقطع رو به اندازه یک ملخ بزرگش کنیم، یک هسته موتور گرم داشته باشیم که اینجا جریان هوا مکیده میشه، انرژی بهش تزریق میشه، گازها خارج میشن. انرژی که تولید میشه اینجا نه تنها باعث تکمیل این سیکل میشه، یک فنی رو هم در جلوی این نصب میکنن که اضافه بر این که اینجا پره هاش در حال چرخیدنه و هوا رو مکش میکنه، این فن هم به جریان هوا انرژی تزریق میکنه. هم سطح مقطع افزایش پیدا کرده، هم حجم هوایی که داره رد میشه یه قسمتیش میاد داخل این اکچویتور دیسکه
یعنی عملاً دو تا اکچوئیتور دیسک دارن در درون هم عمل میکنن. یکی از اونها امدات کمتر داره، امدات کمتر داره پس راندمانش کمه. یکی از اونها امداتش زیاد شده، اختلاف سرعت رو ایجاد میکنه، پس راندمانش بالاست. راندمان ترکیبی اون دوتا با هم دیگه یک راندمان بالاتری رو میده، در این حال که سطح مقطعش به نسبت یک ملخ سطح مقطع کمتری خواهد بود. در نتیجه موتورهای توربوفن رو استفاده میکنن برای اینکه بتونن از هر دوی این موارد در به صورت همزمان استفاده کنن، هم سطح مقطع بالا بره، به عبارتی امداد رو افزایش بدن. ما اینجا هدفمون این بود که امداد افزایش پیدا کنه و دبی جرمی عبوری اینطوری بنویسیم. هدفمون این بود که امداد افزایش پیدا کنه. امداد رو تونستیم بدون اینکه سطح مقطع رو خیلی زیادش کنیم امداد رو افزایش بدیم. در این حال اون هسته گرم با راندمان کم هم باقی مونده. ترکیب اینها یک راندمان بالایی رو میده. تقریبا اکثر موتورهایی که الان روی هواپیما استفاده میشه، روی هواپیماهای مسافربری، روی هواپیماهای جنگنده، موتورهای توربوفن هستن. برای هواپیماهایی که از موتور ملخی استفاده میکنن، باز عمدتا هواپیماهایی هستن که موتورش موتور توربوپراپه که توضیح خواهم داد بعداً، و موتورهای پیستونی فقط برای محدوده خیلی کم سرعت و ارتفاع استفاده میشن. عموما هواپیماهای سمپاش، هواپیماهای بدون سرنشین که در ارتفاع پایین پرواز میکنن، اینا عموما از موتورهای پیستونی استفاده میکنن. از این روابطی که استخراج کردیم، یک تقریب اولیه‌ای میشه هم برای طراحی ملخ هواپیما، هم برای طراحی ملخ هلیکوپتر و هم برای تعیین قدرت موتور، توان تولیدی موتور میشه استفاده کرد. اینا رو مجدد بهش برمیگردم، این مطالبی که گفتم. استفاده از دیسک عملگر، از روابط حاکم بر دیسک عملگر در تقریب اولیه موتور مورد نیاز هواپیما، یا تعیین سطح مقطع ملخ، بعد شد استفاده از روابط دیسک عملگر در تقریب اولیه موتور مورد نیاز هواپیما، یا تعیین سطح مقطع ملخ، امکان دارد. اینو در قالب یه مثال اگر براتون بگم واضح تر میشه صحبت من. مثال: هواپیمای ملخی با توجه به محدودیت‌های آن دارای یک ملخ به قطر 2.5 متر است. برای پرواز این هواپیما در ارتفاع سطح دریا با سرعت 120 متر بر ثانیه
لازم است نیروی تراستی معادل 4000 نیوتن توسط موتور تولید شود. توسط مجموعه موتور و ملخ تولید شود. با فرض اینکه ملخ به عنوان یک دیسک عملگر فرض شود، دیسک عملگر می باشد، قدرت مورد نیاز موتور را تعیین کنید. پس یه هواپیمایی داریم، این هواپیما با توجه به محدودیتایی که داره، حد اکثر قطر ملخی که میتونه داشته باشه یه قطر ملخ 2.5 متریه. پس یه ملخ 2.5 متری در جلوی هواپیما نصب شده. هدف ما در طراحیمون این بوده که هواپیما بتونه در ارتفاع سطح دریا با سرعت 120 متر بر ثانیه پرواز کنه. نیروهای آیرودینامیکیش رو حساب کردیم، مقدار درگش رو حساب کردیم، 1/2 رو وی دو اس سی دی. گفتیم در 120 متر بر ثانیه در چگالی هوا ضریب سی دی که این هواپیما داره چقدره، مقدار درگش شده 4000 نیوتن. میخوایم هواپیما پرواز کنه، پس 4000 نیوتن مقدار نیروی تراست باید تولید بشه که برابر باشه به مقدار درگ و هواپیما بتونه پرواز افقی رو داشته باشه. پس ما میخوایم 4000 نیوتن تراست تولید کنیم که هواپیما بتونه پرواز کنه. محدودیت ملخ داریم 2.5 متر، سرعت 120 متر بر ثانیه میخواد پرواز کنه. چه موتوری باید برای این هواپیما استفاده کنیم که بتونه این ویژگی ها رو تولید کنه؟ خب توان مورد نیاز موتور، عملاً موتوری که باید داشته باشیم، مقدار توانش به عبارتی بعد از اتلاف، بعد از گذر از راندمان اکچویتور دیسک، برابر میشه با مقدار تراست ضرب در سرعت. پس توان موتور پی، توان موتور برابر میشه با تراست ضرب در سرعت، این توان دریافتی از موتور، تقسیم بر راندمان اکچویتور دیسک. پس ما باید هم راندمان دیسک عملگر رو به دست بیاریم، مقدار تراست رو که داریم، مقدار سرعت رو هم داریم، تقسیم بر راندمان دیسک عملگر بکنیم. راندمان دیسک عملگر اتای اکچویتور دیسک گفتیم برابر هست با 2V تقسیم بر VS به اضافه V. اگر همش رو بر اساس راندمان اکچویتور دیسک کمتر خواهد شد. هر چه مقدار آلفا بیشتر باشه، اختلاف بین سرعت خروجی و ورودی بیشتر خواهد شد. اینا چیزایی که از روابط به راحتی میشه استخراج کرد. برای اینکه آلفا رو به دستش بیاریم، گفتیم تی برابر هست با، طبق رابطه ای که به دست آوردیم، گفتیم میشه رو آ وی دو آلفا در 1 به اضافه آلفا. تو این رابطه تنها مجهولمون آلفا خواهد بود. مقدار تراست 4000 نیوتونه، برابر میشه با 2 ضرب در 1 ممیز 22.56 در سطح مقطع ملخ که میشه پی دی دو چهارم، که دی 2.5 متره به توان 2 تقسیم بر 4 ضرب در وی به توان 2 یعنی 120 به توان 2 آلفا در 1 به اضافه آلفا. یه معادله درجه دوم میشه که معادلش اینه، از اینجا آلفا 2 به اضافه آلفا
منهای 232,000 مساوی صفر، دو تا آلفا میده، یکی آلفای مثبت، یکی آلفای منفی، که آلفای مثبت ملاک عمل ماست. مقدار آلفایی که به دست میاد برابر میشه با 227,000. 227,000 مقدار راندمان اکشویتور دیسک برابر میشه با 1 تقسیم بر 1 به اضافه 227,000 که عدد ازش ندارم. این میشه راندمان اکشویتور دیسک و مقدار توان مورد نیاز برای توان موتور که پی انجین، اگر که بخوایم اسمش رو بذاریم، این رو هم میتونیم پی انجین بذاریم. یعنی در این شرایطی که از این ملخ استفاده کنیم، فرض کنیم که کلن هیچ اتلافی نداریم و یک دیسک عملگر کامل هست، 97.7% راندمان ایدئال این مجموعه خواهد بود. در نتیجه وقتی که میخوایم راندمان اون موتور و ملخ رو بسنجیم، نسبت به 97.7% باید بسنجیم، چون 100% هیچگاه نمیتونه باشه. زمانی 100% میشه که سرعت خروجی و ورودی برابر باشن، در اون زمان تراستی تولید نمیشه. پی انجین برابر میشه با تراست ضرب در سرعت، یعنی 4000 ضرب در 120 تقسیم بر 977,000 که اگر این رو حسابش کنیم میشه 491 کیلووات. پس باید موتوری رو داشته باشیم که 491 کیلووات توان تولید کنه. معمولا این به عنوان یک تقریب اولیه میتونه هولوش اون موتور رو به ما بده، ولی در واقعیت ضرایب تصحیحی که توش میزنیم حدود 20-30% نسبت به این معمولا بیشتر میگیرند. یعنی اگر حدود 20% بیشتر از این بگیریم، حدود 600 کیلووات توان برای همچی تیپ هواپیمایی یک توان مناسب خواهد بود برای این رژیم پروازیش. مقدار تقریب اولیه با حدود 20-30% اضافه شدن آن عنوان یک تقریب خوب محسوب می شود، یعنی 491 ضرب در 1.25 اگر میانگین این رو در نظر بگیریم، تقریبا میشه 600 کیلووات توان موتوری است که برای این هواپیما برای پروازش در سرعت 120 متر بر ثانیه موتور مناسبی خواهد بود، برای این ملخ، این موتور و این هواپیما. از همین حالت میشه برای پرواز هلیکوپتر هم استفاده کرد، هم برای فوروارد فلایت هلیکوپتر، هم برای هاور کردن هلیکوپتر و این چیزا که حالا انشاءالله مثالش آقای بهرامپور در کلاس تدریسی ها حل خواهد کرد. سوالی نیست؟ انشاءالله جلسه آینده بحث نیروی پیشران رو تکمیلش میکنیم با دستبندی موتورها و اینها.